مهمان خانه های شما بزرگواران هستیم در روز سه‌شنبه هشتم خرداد ماه برابر با 28 روز از ماه می 21 برنامه از تحلیل و بررسی تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب رو خدمت شما ارائه میکنیم. در مورد حکومت علی بحث سنت و بدعت رو مطرح کردیم تا نشان بدیم چگونه اندیشه های علی بر روی نوعی بنیادگرایی مستقر میشه. خب اسنادی رو ادامه کردیم، خدمت شما ارائه نمودیم و ادامه خواهیم داد. اما چرا این مسئله برای ما اهمیت داره؟ برای اینکه ما بدانیم اساسا حکومت هایی که بر پایه یک ایدئولوژی بسته و خاص بنا میشن در نتیجه عواقب وحشتناکی رو برای یک جامعه برمغان خواهند آمد. یعنی یک انسانی که دارای توسعه ذهنی و فکری است میداند این دستورالعمل در نهایت میتواند منجر به فاجعه بشه. قبل از پیروزی انقلاب در سال 57 میان روحانیون اختلافاتی بود. کسانی که معتقد بودند حکومت دینی میتواند خطرناک باشه، از جمله آخوند خراسانی یا بعضی دیگر از علمای اسلام، و به نوعی انجام کارهای حکومتی سبب وهن اسلام و علل خصوص نقش روحانیت شد. عده دیگر معتقد بودند خیر، حکومت دینی نه تنها بد نیست بلکه میتونه سعادت جامعه رو هم همراه داشته باشه. در درون این دو دسته الزاماً آخوندها فقط نبودن. شما وقتی به افکار مهدی بازرگان نگاه بکنید میبینید او به صراحت اشاره میکنه که وقتی سیاست با دیانت آمیخته میشه سبب محذب شدن، پاک شدن و درستی امر سیاسی میشه. و البته خودش جزء قربانیان همین تفکر خام خود شد و دیدیم وقتی دیانت با اون ویژگی ها در درون سیاست نقش اصلی رو بازی کرد، تمام کسانی که اندیشه های گاهی متفاوت داشتن نسبت به پدیده های اجتماعی رانده شدن. این سرنوشت محتوم و محکوم کسانی است که فکر میکنم در درون یک اندیشه توتالیتر که فضا رو میبنده تعریف خاصی از ارزش ها و مناسبات داره، شما میتونید مناسبات دیگری رو به کار بگیرید. ثمره بنیادگرایی چه در جامعه علوی و چه در جامعه مثل جمهوری اسلامی چیزی جز این نیست که شما با توجه به این که همیشه بدعت یعنی نوآوری رو که در راستای مختلف حالا از احکام، اخلاق، تکنولوژی و هر چیزی که باشه بگیرید، وقتی در تقابل با سنت قرار میگیره باید اون رو طرد کنید. به همین دلیل در جامعه علوی شما نباید برای دانش، علم و یا هر آن چیزی که میتواند مقتضیات امروز انسانها رو برقرار بکنه ارزش قائل باشید، مگر اینکه از دیانت و فیلتر اون رد شده باشید. بنابراین اندیشه های حقوقی در جهان اسلام معنا پیدا نمیکنه مگر در درون فقه با استفاده از اون دستگاه های فکری، که شما اگر یک امری حادث هست اون رو به دستگاه فقه ببرید، یعنی در درون قرآن و سنت و اجماع علما، و بعد عقلی که جز مستقلات نیست از درون همون اندیشه های اسلامی بیرون میاد حکم موضوع رو پیدا بکنید. بنابراین شما آزادی ندارید که بتوانید در حوزه هایی که غیر دینی هستند یا دین رو زیر سوال میبره دست گشادهی داشته باشید. اینکه علم و دانش در جهان اسلام عقب رفت و به غیر از تک چهره هایی که در درون جامعه اسلامی توانستن مثل ستاره بدرخشن، که برخی هاشون اصلا اسلامی هم نبودن، مثل زکریای رازی که به صراحت انبیا رو نفی میکرد، کتابی داره به نام نقض الادیان که البته به دست ما نرسید، اما در مناظره های او با ابو حاتم رازی و دیگران شما میتونید ببینید که اندیشه های او این بود که اصلا نبوت برخلاف عدالت. اگر خدا عادل است کسی رو نباید به عنوان نبی برگزید.
دومین نکته که رازی اشاره میکرد این که کتاب های دینی سبب صلح و آرامش نشده، بلکه اتفاقا به نزاع دامن زده، به اختلافات دامن زده، سبب کشتارهای زیادی شده. رازی به صراحت آورده که کتاب فیلسوفان این نزاعها رو ایجاد نکرده، اما کتاب های دینی هر روز یک دشمن جدید تراشیدن. از تورات بگیرید، از انجیل بگیرید، با آمدن قرآن که دیگر داستان گسترده تر شد. و شما اگر به نگاه بندازید به تاریخی که اسلام قدرت میگیره و بعد از اون حاکمان اسلامی، ببینید همیشه جنگ های دینی وجود داشته، جنگ های صلیبی، بعدها در درون مسیحیت، در درون اسلام فرقه های مختلفی که به جان هم افتادن، تکفیر میکردن، میکشتن. حتی ابن سینا و فارابی ها توسط غزالی تکفیر میشن به خاطر که در حوزه فلسفه میاندیشن که برخی از ادعاهایی که به خدا نسبت داده میشه نمیتونه در او مصداق داشته باشه. حالا محل بحث ما نیست، اگر روزی فرصت بشه ادله ای که غزالی به کار میبره در کتاب تحقق الفلاسفه رو خواهیم خواند که در کجا با آرای فیلسوفان در تضاد قرار میگیره و در نتیجه اونها رو تکفیر میکنه. این تک چهره ها کسانی بودن که با یک ذهن توسعه یافته سعی کردن اندکی فضای غیر دینی رو بشکافن، به نقد بکشن. اما اگر به سرتاسر جهان اسلام نگاه بکنید دیگه علم و دانش معنای خودش رو از دست داد. همان اندکی هم که علم و دانش تولید شد به خاطر نهضت ترجمه بود که آثار یونانیان رو ترجمه میکردن، در دسترس مردم به حالا اون اندیشمندان قرار میگرفت، گاهی هم پیرامون اون اندکی مسائلی رو مینوشتن، شرح میداد. اما در درون بستر اسلام شما علم و دانش تولید نمیکنید. کلماتی مثل علم، عقل و این چیزها که در قرآن آمده ناظر به مسائل دینی است. به همین دلیل که روایت های زیادی وجود داره که عقل همان چیزی است که باش بهشت به دست می آورد، یا علم رو به فرائض و واجبات و نواهی تعبیر کردن. در کتاب کلینی بخوانید، در کتاب کافی او دقیقا معنای علم و عقل و همین ها رو ذکر کرد. همین ها بستر دینی داره، نه اون علم بیرون از دین که انسانی بسنجه و اگر دید این احکام الهی غیر اخلاقی است اونا رو کنار بذاره. بنابراین اگر میخوایم نگاه بکنیم چرا علم و دانش در جهان اسلام رونق نیافت، به دلیل اینه که همیشه برخی از جنبه ها مغایر با شرق قرار گرفته. همین پدیده رو ما در دوران تجدد داشتیم، یعنی وقتی عصر روشنگری در اروپا آثارش به ایران هم رسید بسیاری از کتاب ها زالده تشخیص داده شد، بسیاری از صنایع تکفیر شد، استفاده از چیزهای نو و بدی مضمون دانسته شد، روحانیت در برابر اون موضع گرفت به خاطر اینکه اون رو بدعتی میدانست در برابر سنت. و بعدا البته خب بحث تجدد در برابر سنت گرایی مطرح شد. پس در درون جامعه علوی و جوامع شبیه به اون که شما حق در اختیارتون بود، یه کتابی دارید، او حق درسته، مبنا و چارچوب رو تعیین کرده، دیگه دانش‌های مغایر اون تکفیر میشن. این همه ما احادیث و فتواها در تحریم فلسفه دادیم، چون در فلسفه انسان سعی میکنه مبانی دینی رو کنار بذاره. تفاوت میان فیلسوفان و متکلمان در همین داستان، متکلمان هم از عقل استفاده میکنن اما برای اثبات اصول دینشون، یعنی عقل در خدمت توجیه شرع قرار میگیره، یعنی گزینش میکنی ادله عقلی رو برای اثبات دلایل شرعی، گزاره های شرعی. اما فیلسوف از عقل استفاده میکنه برای اثبات درستی یک گزاره، حتی اگه اون گزاره با دین مخالف باشه.
فرق فیلسوف با متکلم در اینجاست. بسیاری از افرادی که شما در جهان اسلام نام میبرند نه فیلسوف نیستند نه متکلمند. حتی امروزه شما مثلا آقای عبدالکریم سروش رو میبینید، شو متکلمه، فیلسوف نیست. ممکنه با آرای فیلسوفان آشنا باشه، از ادله اونا استفاده بکنه، اما برای اثبات دین استفاده میکنه، برای حفظ دین استفاده میکنه. یعنی از اندیشه های کانت و هگل و ویتکنشتاین و گادامر و خیلی های دیگر بهره میبره برای اینکه قرآن رو توجیه بکنه. اون فیلسوفان دلایلی رو به کار میبرن برای اینکه اتفاقا شما فضای نقد دین رو کنار بذارید، فضای دین رو کنار بذارید، نقد منصفانه از دین داشته باشید. اون متکلمان ما اینها رو استفاده میکنن برای اثبات اصول دین. همین علم ما در جامعه اسلامی دیگه علم و دانش به معنای پیشرو اون دیگه تولید نمیشه. در جمهوری اسلامی هم نیاز به تولید علم و دانش نیست. وقتی فضای دانشگاه ها میخواد شرعی بشه، اسلامی بشه، علوم اسلامی وارد بشه، خب این کاری بود که در انقلاب فرهنگی به دنبالش بودن. عملا دانشگاه ها دوچار یک رکود میشن، چون به بعضی از علوم شما نیاز ندارید، یا سعی میکنید بعضی از علوم رو از بین ببرید، خونساش کنید به نوعی. دومین مشکلی که جامعه علوی با پایه‌گذاری بنیادگرایی و بر روی اون ایستادن ایجاد میکنه، یکسان کردن سبک زندگی است. یعنی همه شما باید جوری زندگی بکنید که یک الگویی به شما نشان داده. حالا اون الگو میتواند پیامبر اسلام باشه، علی ابن ابی طالب باشه، یا امامان شیعه باشه، یا کسانی که اونا تایید کردن، سلمان و ابوذر و افرادی مثل اینا، الگوهای زندگی هست. شما با سبک زندگیتون شبیه به اونها باشه، کما اینکه علی ابن ابی طالب هم سبک زندگیش رو شبیه پیامبر اسلام میکنه، عمر همین کار رو میکنه، ابوبکر همین کار رو میکنه. با اینکه ممکنه شما اختلاف داشته باشید، اما باید سعی کنید مثل اونها بشید، سبک زندگیتون مثل اونها باشه. بانوان هم باید سبک زندگیشون رو بر اساس الگوهایی مثل فاطمه و زینب و اینها تعبیر کنن. همون داستان علی شریعتی رو شما در کتاباش میخونید. او میخواد زنی که در قرن بیستم زندگی میکنه، در قرن 21 زندگی میکنه، در قرن 22 زندگی میکنه، برگرده به 1400 ساله، مثل فاطمه باش، مثل زینب باش. خب مشکلش در کجاست؟ مشکلش در این است که دیگه شما تنوعی در سبک‌های زندگی پیدا نمی‌کنید. موفقیت و ناموفقیت دیگه به چشم شما نمیاد. در جامعه یکسان که همه یک سبک زندگی رو دارن، انسان موفق و ناموفقی معنا نداره. موفقیت در راستای نزدیک شدن به اون الگوست. در جوامع لیبرال یکی از مزایایی که وجود داره اینه که همه متنوعن و میتوانن بنابر سبک خودشون زندگی بکنن، شغلی انتخاب بکنن، کاری رو به عهده بگیرن، و اگر در جامعه موفق شدن دیگران اونها رو الگو میکنن. مثلا من وقتی ببینم آقای الف موفق شده، سبک زندگی خوبی داره، منم به اون سبک علاقه من میشم، میرم اون سبک رو پیگیری میکنم. اگر ببینم دیگری در کارش شکست خورده، دیگه راه او رو نمیرم. این ذهن شما رو باز میکنه به این که از میان این سبک‌های مختلف دست به گزینش بزن، الگوهای بروز شده رو داشته باشیم که یک انسانی توانسته با ارزش‌های امروزی، با برنامه‌های امروزی، یک سبک زندگی درستی رو پی بگیره، موفق بشه. به عنوان مثال شما ورزشکاران رو در نظر بگیرید. امروز شما میدونید ورزش میتواند یک عامل هم سلامتی، هم موفقیت، هم کسب ثروت، هم کسب اعتبار باشه. حالا برگردید به اسلام. ورزش اسلام چیست؟ تیراندازی و شنا و سوارکاری، اینا سفارش شد. بقیه ورزش ها چی؟ خب بعضیش که حرام میده،
فتوا هم دادن در مورد حرمت بعضی از ورزش. بنابراین شما فقط یک سبک خاصی از زندگی رو میتونید اختیار بکنید، سبک خاصی از پوشش رو میتونید اختیار بکنید. وقتی تنوع سبک ها از بین رفت، دیگه موفقیت و ناموفقیت معنا نداره، فقط نسبت شما به اون الگو سنجیده میشه. یعنی اگر شبیه به محمد باشید تا حدودی شما موفق، اگر از او دور باشید ناموفق. در درون این جامعه دیگه تنوع به چشم نمیاد، یک یکسانسازی صورت میگیره. همین عدم تنوع استعدادها رو از بین میبره. یعنی من وقتی احساس کنم که باید به یک سبکی زندگی بکنم، هیچ وقت سبکهای دیگر رو امتحان نمی کنم. شاید استعداد من در یه چیز دیگری است، در موسیقی است مثلا، من استعدادم در موسیقی است، اما موسیقی حرامه. استعداد یک بانوی در رقصه اما حرام. استعداد یک بانوی در یک صنعت فیلم یا هر چیز دیگری است، اما میبینید اجازه نمیدن، اگر شما حق ندارید کار اجتماعی بکنید. سبک باید مثل فاطمه باشه. در نتیجه شما نسبت به اون استعدادهای خودتون داره محدودیت میشید. یعنی منوی که جلوی شما میذارن دو سه سبک زندگی بیشتر نیست. اما در یک جامعه لیبرال و آزاد انسانها دست به گزینش میزنن. یعنی اگه من توانایی این رو دارم که در یک هنری موفق بشم، اون رو پیگیری میکنم. اما در جامعه اسلامی شما باید یا آخوند بشی یا مداح بشی که صدات مثلا به گوش مردم برسه. اما آواز خواندن و موسیقی های متنوع مذمومه، حرامه. شما نمیتونی هر آوازی رو بخون، قرآن رو مثلا اونجوری بخون یا دعا رو اونجوری بخون، اینا خوبه. پس عدم تنوع سبک ها و آزمون و خطاها جامعه رو از پویایی و نشاط میندازه. وقتی من بدانم استعداد من در یک زمینه دیگری است، اما ایدئولوژی به من اجازه نمیده، حاکمیت به من این بها رو نمیده، راکت میشم، حتی دچار فشارهای روانی میشم. انسانهایی که در درون یک جامعه حق انتخاب پوشش ندارن، شما به زنان ما نگاه بکنید، حق انتخاب دوستان اجتماعیشون رو ندارن، حق انتخاب سبک زندگیشون رو ندارن، حق انتخاب چیزهایی که به عنوان مسائل هنری یا هر چیزی هست ندارن. محدوده، منوشون محدوده. دوسته نمونه است، یا مثلا خانم جلسه ای باشید، خانم قرآن، اینا صداتو میتونید دیگران بشنن یا قرآن میخونید، اما نمیتونید بری در موسیقی شرکت بکنید. در نتیجه شما با یک جامعه ای روبرو میشید که در اون تنوع از بین میره، استعدادها شکوفا نمیشه. و عواقبش چیست؟ جامعه علوی تمدن رو پویا نمی کنه، جامعه رو به سمت پیشرفت نمی بره، با مقتضیات روز همخوان نیست. شما فکر می‌کنید چرا کشورهای اسلامی از کاروان تمدن عقب ماندن؟ یه دلیلی داره. اگر فکر کنیم می‌بینیم این به خاطر اون تعالیم اسلامی است که بین همه این کشورها یکسانه، اما شدت و ضعف داره. یعنی کشورهایی که سعی کردن کمی از اسلام دور بشن، اندکی روی سعادت بیشتری دیدن. هرچه اسلامی ترن بدبختن. شما همین کشورهای عرب خلیج فارس رو نگاه بکنید، اگه پول نفت نداشتن چیکار میکردن فکر کردید؟ اگه نفتی نبود که غربی ها براشون در بیارن، یه چیزی خودشون بردارن، یه چیزی کف دست این شیخ ها بذارن، اینا چی داشتن؟ شما برید نگاه بکنید قبل از اکتشاف نفت در این 100 سال اخیر، برید نگاه بکنید ببینید عربا چی داشت. تولید علم بوده در مکه و مدینه، تولید دانش بوده، آنقدری که در اروپا دانشگاه ها بوده، مدارس مختلف بوده، تولید علم بوده، فیلسوفان بوده. شما دو نمونه فیلسوف میتونید به من نام ببرید در حجاز؟ چون از دل فقر دانشی مثل فلسفه بیرون نمیاد، طبیعیات بیرون نمیاد. در درون فقه انسان در درون طبیعت محصوره، اما علم میگه انسان میتونه طبیعت رو تسخیر بکنه،
انسان میتونه بر طبیعت پیروز بشه. اما در درون دین اینطوری نیست. اگر خدا به شما داد استفاده بکنید، نداد حکمتی در اون هست که به تو نداده. نخ به نباید بخواید. به داده و نداده ات شکر. یکی از مزخرفترین صحبت هایی که همیشه ما میبینیم در بین این دوستان همینه. به داده و نداده ات شکر. یعنی فرقی نمیکنه، اگه به ما دادی ممنونیم، ندادی هم ممنونیم. اما انسان مدرن اینجوری فکر نمیکنه. میره کشف کنه دلیل بیماری ها چیست، چرا وضع ما بده، چرا اقتصاد ما خوب نیست. طرحها و برنامه هایی رو اجرا میکنه که بتون پیشرفت. پس در نهایت جامعه علوی که بر بنیادگرایی است، پویایی و در نهایت سبب ایستایی پویایی رو میگیره و سبب ایستایی جامعه میشه. وقتی جامعه ایستا شد دیگه تمدن از بین میره. آرام آرام یک بربریتی بر اون حکومت میکنه. در راستای مبارزه با بدعت و بدعت گذاران، علل خصوص نو اندیشان دینی که محل بحث ما بود، چون این عزیزان همیشه سعی میکنن علی رو الگو نشان بدن و گاهی هم همین علی رو در برابر جمهوری اسلامی علم میکنن، یعنی به سید علی خامنه ای میگوین علیوار مثلا رفتار کن، ببین علی چطور بوده. اما ما نشان میدیم که علی و خامنه ای تفاوتی با هم نمیکنن. خامنه ای هم اگر بتواند مثل علی باشد فاجعه بیشتر خواهد بود در کشور ما. حالا ببینیم نگاه علی نسبت به همین تفکرات نواندیشی چیست. یعنی کسانی که میگن حکم خدا رو باید تعطیل کرد، اینا تخت بند زمان و مکانه و عقل و خرد خودمون رو بذاریم. در گذشته چندین نمونه رو خواندیم، امروز هم ادامه میدیم به این مثل. شیخ مفید در اعمالی خودش این گونه میاره در روایت اول از مجلس بیستم: علی ابن ابی طالب روایت کند که رسول خدا فرمود خداوند حدود و مرزهایی برای شما معین کرده. کی معین کرده؟ خدا، نه مردم، نه رضایت مردم، نه قرارداد اجتماعی، نه خرد شما ملت، خدا تعیین کرده. پس از آنها تجاوز نکنید و واجباتی بر شما واجب نموده، پس آنها را ضایع نسازید، و سنت هایی برای شما وضع کرده، پس از آنها پیروی کنید، و چیزهایی را بر شما حرام ساخته، پس هتک حرمت آنها نکنید، و به خاطر شما از چیزهایی صرف نظر نموده، آن هم از روی رحمتش نه از روی فراموشی، پس خود را در مورد آنها به زحمت نینداز. پس برای علی معیار خداست، حکم خداست، حکم شرعه. کجا او متکی به خرد جمعی است؟ در نتیجه دموکراسی در اندیشه‌های علی معنا نداره که مردم جمع شن در یه مجلسی بگن آقا ما قصاص نمی‌خوایم، دیه زن و مرد باید برابر باشه، زنان این حقوق رو دارن. اصلا از علی محلی از اعراب نداری، خدا اینها رو وضع کرده شما باید انجام بدید. اینه که من عرض میکنم حکومت علوی نیاز به مجلس نداره. معیاری که علی داره به ما میده همون شرع، همون بنیادگرایی است. ببینیم خدا چی تنگی. روایت هفتم از مجلس 34 نقل قولی میاره که پیامبر اسلام داره به علی سفارش میده: ای علی، خداوند جهاد را در فتنه ای که پس از من رخ میدهد بر مؤمنین واجب نمود. یعنی یه فتنه ای رخ میده، جهاد بر شما مؤمنان واجب میشه. حالا فتنه چیست؟ چنان که جهاد با مشرکین را در رکاب من بر آنان واجب ساخته بود. عرض کردم ای رسول خدا،
آن فتنه ای که خداوند جهاد درباره آن را بر ما واجب نموده کدام است؟ فرمود سه گروهی که شهادت ببخشید فتنه گروهی که شهادت به لا اله الا الله و اینکه من رسول خدا هستم میدهند. یعنی مسلمونم، نمازم میخونم، شهادتم میدم، با این حال مخالف سنت من و طعن زننده در دین من هستم. دقیقا کاری که نواندیشان دینی را انجام میده، میگن مسلمونی، شهادتینم میگن، بعضا نمازم دیدید میخونم، قرآنم میخونم، اما مخالف سنت محمدم. یعنی محمد سنگسار کرده، اینا میگن که سنگسار تخت بند زمان و مکان، محمد دستور قطع دست سارق داده، اینا میگن این تخت بند زمان و مکان، کودک همسری کرده، برده فروشی کرده، اون سنت محمد دیگه، اینا میگن این محصول زمان خودش. نه، محمد داد دستور به علی میده برای بعد از زمان خودش. میگه اینا فتنه است. انگارش کردم ای رسول خدا، پس به چه جهت با آنان بجنگم حالان که شهادت به لا اله الا الله و رسالت الهی شما میدهند؟ فرمود به جهت پدید آوردن مسائل بی سابقه و بدگذاری در دین و جدا شدنشان از فرمان من. پس معیار رو شما در نظر بگیرید، دلیل جنگ با اهل فتنه اینه که شما جدا شدید از سنت محمد، از فرمان الله. حالا ممکنه شهادت اینم بگید، بگید ما مسلمونیم، اما محمد داره دستور میده به علی که باید با اینا بجنگی، این جهاد بر تو واجبه. به صرف شهادت این گفتن کار تمام نشده، فرمان فرامین من باید اجرا بشه. ای علی، همانا هدایت پیروی فرمان خداست، نه پیروی از هوای نفس و دلخواه خود. یعنی نو اندیش دینی که اندیشه ها و گزاره ها و باورهای خودش رو متکی میکنه به تفکر خودش یا فیلسوفا، مورد مذمت محمده. یه هدایت یعنی تبعیت از فرمان خدا. اما این دوستان با ریاکاری خود رو جای محمد میذارن، میگن محمد اگه بود امروز تعطیل میکرد احکام بود، خودشون رو جای علی میذارن، میگن اگر علی بود امروز حکومت ما دموکراتیک بود، به حقوق بشر تن میداد، بسیاری از ارزش های روز رو میپذیرد. نه، هیچ چیزی نیست. فرمان خدا محدود زمانی نداره. دی کسی مدعی است خدا حی و حاضر و ناظره، یعنی الان داره ما رو نگاه میکنه. فرمان او هست، مثل یه حاکمی که زنده است، فرمانش اجرا میشه. حالا ابلاغ کنندش ممکنه یه وزیری باشه از بین بره، مگه فرمان فرمان محمده؟ فرمان فرمان خداست. مگه خدا تخت بند زمان و مکانه؟ اینه که ادعای این دوستان فرمایش منطقی نداره، انسجام منطقی نداره. از یک طرف دین دارن، اما یه جاهایی رو نمیخوان. مثل اون داستان جوانی بود که علاقه من بود بره پیش یک استاد خالکوب یه شیری نقاشی بکنه. استاد خالکوب اولین نیشتر رو که زد گفت این کدوم قسمت شیره؟ گفت یال شیره. گفت حالا یه قسمتش رو نکش، یالش رو نکش. دومین نیشتر رو زد گفت این کجاست؟ گفت این شکمشه. گفت اینم نکش. سومی گفت این دومشه. گفت اینم نکش. استاد نگاهش کرد گفت عزیز من، شیر بیار و دم و اشکم که نداریم که. اسلامی که این عزیزان ارائه میکنن اسلامی است که هر کجاش درد داره میگن نه این جز اسلام نیست، اما اون جاش که حالا ایرادی نداره اونا جز اسلام. این عدم انسجام منطقی است. اساس دیانت در اسلام بر سر همینه.
چون اسلام تسلیم شدن در برابر خداست. فقط به این نیست که شما بیاید یک سری احکام و مناسکی که خب ایراد نداره، نماز و روزه و اینها رو اجرا بکنید. نه، خداوند خواست اونها هم اجرا بشه. همه اینها ابزارهای رسیدن به هدفی است که ایدئولوژی معلوم کرده. چون از نظر اسلام شما با قصاص پاک میشید، با پرداخت خمس پاک میشید. یعنی خمس رو ندی پاک نیستی. جعفر صادق به صراحت آورده در روایتی که علل و شرایع شیخ صدوق هم اونو ذکر کرده، میگه من از شما پول خمس میگیرم برای طهارت مولد. یعنی شما زنازاده ای، من از شما پول میگیرم طیب و طاهر میشی. وضو که میگیرید، نماز که میخونید، به خاطر اینکه روح شما طاهر بشه. اما در زمینه اجتماعی هم باید طاهر باشید از نظر اسلام. طاهر بودن زن چیه؟ عفیف بودن چیه؟ اینکه حجاب داشته باشه، اینکه قرین خانت باشی. پاکیزه بودن مرد چیه؟ اینکه به سمت غیر خدا نره، به سمت احکام غیر خدا نره، ولی آلوده میشی. پاکی در اسلام و رجس در اسلام به معنی شستشو نیستش که. شما مالت اگر از نظر اسلامی آلوده است، خب این پول باید زکات بدی، خمس بدی که پاک بشه. فرامین الهی رو انجام ندادی، شور به خرم کردی یا هر کاری کردی، باید پاک بشی. پاک کردنش با حدوده، شلاق میخوری پاک بشی. امامان دیگر شیعه هم همین وضعیت رو دارن. یعنی بحث بنیادگرایی برمیگرده به این که نباید فکر کنیم بعد از علی هم مردم این حق رو دارن که حالا دیگه با خرد خودشون بسنجن. یعنی صد و اندی سال بعد از محمد هم اگر نگاه بکنی در کلام شارع شیعه دوباره همین فرازها رو شما میتونید بگید. روایتی بخونیم از کافی کلینی در باب بدعتها. امام باقر فرمود که امیرالمؤمنین برای مردم سخنرانی کرد و فرمود ای مردم، همانا آغاز آشوبها پیروی هوسها و جعل مقرراتی است مخالف قرآن که مردانی به دنبال مردان دیگر آن را به دست گیرند. یعنی همین روایت تا همین جاش نشون میده مجلس قانون گذاری موضوعیت نداره، این پیروی از هوا و هوس. اگر باطل عریان خود را مینمود بر خردمندان نهان نبود و اگر حق پاک جلوه میکرد اختلافی در میان نبود، ولی مشتی از این و مشتی از آن برگیرند. دقیقا کاری که نواندیش میکنه، یه بخشی از اسلام میگیره، یه بخشی از فیلسوفان غربی میگیره، یه بخشی رو از علم میگیره، همه رو با هم مخلوط میکنه، بعد میگه اسلام ببین چقدر خوبه. میگه خب اون بخشی که زیر فرش ریختی کجاست؟ اونو جز احکام مگه نیست؟ مگه پیامبر اسلام نماز میخوان، تاکید به نماز میکرد، جز اسلامه؟ اما سنگسار میکرد، تاکید به سنگسار مینمود، اون جز اسلام نیست؟ اگر پیامبر روزه میگرفت جز اسلامه، اما اگر شلاق میزد و قطع دست سارق و انواع اقسام این کارا رو میکرد، اون جز اسلام نیست؟ و همین رو جز اسلامه. یه بخشیش احکام انفرادی است، یه بخشیش احکام اجتماعی. اتفاقا برای شارع احکام اجتماعی اهمیت بالاتری داره تا احکام فردی. ما اینها نمیخوان اینها رو برای مردم بازگو بکنه و به هم آمیزن و با هم به میدان آیند و اینجاست که شیطان به دوستان خود چیره شود و کسانی که خدا به سابقه نیک موفق شدن نجات یابند. یعنی به اون سنت ها. روایت دیگر، روایت 13 در همون باب بدعت ها، موسی کاظم داره این حرف رو میزنه. خدا ابو حنیفه را لعنت کند، میگفت علی
چنین گفته است و من چنین گویم. یعنی من نظرم مخالف نظر علی است و صحابه چنین گفتند و من چنین گفتم. یعنی تو حق نداری بگی علی اینطوری گفته، من یه چیز دیگه میگم. موسی کاظم داره میگه خدا لعنتش کنه همچین آدمی رو. روایت 21، مردی مسئله از امام صادق پرسید. این امام صادق که دیگه رئیس مذهب شیعه جعفری 12 امامی است دیگه، نواندیش ها که از این آقا بالاتر نیستن که، خودش رو شیعه هم میدونن. شیعه یعنی پیرو. وقتی آیه سروش یا مشتهد شبستری ها میگن ما شیعه ایم، یعنی پیرویم، امام نیستیم. فرق امام و شیعهش در همین، امام جلوداره، شیعه پیروه، طرفداره، هواداره. حالا پیروانی رو دقت بکنید که میگن امام ولد نبود، دروغ گفته، خطا کرده، ما بهتر میفهمیم. داستان اون آقا است که اشاره کرد بعد از مرگ من نمیخوام برام سیاه بپوشید، وصیت کرده بود. یه عده آمدن گفتن که نه خیر، این آقا غلط کرده، ما به احترامش میکوشیم. یعنی مردمی که از اون آقا هم کاسه داختر از آش میشه. از یک طرف میگن ما شیعه ایم، از یک طرف میگن امام ما بلد نبود، امام باید پیرو به ما باشه. حالا ببینیم این رئیس مذهب شیعه چه گفته. مردی مسئله از امام صادق پرسید و آن حضرت جوابش را گفت. آن مرد گفت بفرمایید اگر چنین و چنان باشد آن چیست؟ به او فرمود خاموش، هرچه من به تو جواب میدهم از گفته رسول خداست. ما به هیچ وجه از خود رأیی نداریم. روایت 21 باب بدعت ها که به صراحت داره جعفر صادق اشاره میکنه، میگه منی که امامم رأی خودم رو به تو نمیگم، دارم فرمان پیامبر اسلام رو بهت میگم. این آقایون معتقدن که نه، ما صاحب نظریم، ما رأی داریم، برای همین پیامبر اسلام خطا کرده، او نمیدانست. این برمیگرده به همون بنیادگرایی که امامان شیعه مد نظر داشت. عرض کردیم حسین ابن علی هم بنیادگرا بود. قیامش بر علیه یزید جدای از اینکه حکومت رو حق خودش میدونست به عنوان نواده پیامبر اسلام و بنی هاشم، یه بخشش هم ادعاش این بود که یزید احکام دین رو تعطیل کرده، حلال و حرام سرش نیست، کار خودش رو انجام میده و من باید برای احیای دین جدم قیام. پس حکومت علوی حکومت بنیادگرایی است، همون چیزی که اسامه بن لادن ها و ابوبکر بغدادی ها و ابو مصعب زرقاوی ها و اینا همین الان طالبان در جای دیگه، اینا همین هم تو یک سبد می گنجن، در سبد بنیادگرایی. برگردیم به بقیه مقاله. جامعه علوی در کوفه این ویژگی ها رو داشت. ویژگی های دیگری هم ظهور پیدا میکنه بعد از واقعه صفین که من عرض خواهم کرد. اما همین فضای کوفه که ما میبینیم علی حاکمه، معارضی در شام داره ایجاد میشه. کسی که جزء متقدمان حمله به شاماته، وقتی ابوبکر و بعد از او عمر تصمیم میگیرن جهادگرانی رو به مناطق مختلف بفرستن، در منطقه سوریه یا شام بخشی از جهادگران عرب به اون منطقه میرن، همونطور که بخشیشون به ایران آمدن. معاویه تحت سرپرستی برادر خودش یعنی یزید ابن ابی سفیان، چون معاویه برادری داشت به نام یزید، یه پسری هم داشت به نام یزید، اما اون یزید ابن ابی سفیان فرمانده بخشی از جناح اعراب در حمله به شمال بود، در کنار افراد دیگر مثل شرحبیل ابن حسنه و ابو عبیده جراح و خالد ابن ولید و دیگر. زمانی که برادر معاویه کشته میشه، یعنی میمیره در واقع،
عمر او رو منصوب میکنه به جای برادر و معاویه نزدیک به 20 سال والی شام بود. او توانست در میان مردم شام یک نظام خاصی رو ایجاد بکنه. هم عمر او رو نگه داشت، هم عثمان او رو نگه داشت. و زمانی که علی به خلافت رسید، خیلی‌ها به او سفارش کردند که مردم شام به معاویه راضی‌اند. در نتیجه برای مدتی او را نگه دار بر سر کار. از طرفی هم معاویه کسی است که مدعی من خونخواه عثمان هستم، چون طبق آیه 33 اسراء برای اولیاء دم شخص مقتول یه حقی قائل بودم. یکی از اولیاء دم پسران عثمان بودن، مثل اعوان و ولید و دیگران که ما دیدیم در واقع جمل. اونا اعتراض کردن به علی که چرا قصاص نمی کنیم؟ مگه قصاص حکم قرآنی نیست؟ چرا قصاص نمی کنیم؟ وقتی اونها در جنگ جمل شکست خوردن، به معاویه پیوستن. معاویه هم این حق رو خواهان بود. در فقه سیاسی اسلام خلیفه محدودیت نداشت به غیر از یک مورد، و اون مخالفت با احکام شرع. یعنی تفاوت فقه سیاسی اسلامی با آن چیزی که بعداً در جهان غرب رخ داد، که شما می توانید از حاکم انتقاد بکنید، او رو بردارید، دوران متعددی برای انتخابات در نظر بگیرید، در فقه سیاسی اسلامی معنا نداره. در فقه سیاسی اسلامی خلیفه یا حاکم فقط یک محدودیت داره و تعیین کننده اون محدودیت احکام شرع. یعنی اگر خلیفه ای برخلاف شرع نظری بده که واضح باشه، مردم میتونن در برابر او بیستن، تقاضای توبه بکنن، جبران خسارت بکنن و اگر ادامه داد او رو عزل بکنن. اما به غیر از اون حق ندارید شما خلیفه رو بردارید. یعنی بیعت یک باره، تجدید نظرم در اون راه ندارید. زمانی که مردم از عثمان خواستن که ردای خلافت رو در بیار، گفت این لباسیست که خدا بر من پوشانده، این به خاطر خلق خدا، این لباس از تنم در نمیاره. اینکه انتخابات برای سید علی خامنه‌ای معنا نداره در حق خودش، برگرفته از همین اندیشه های فقه سیاسی است. شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ببینید، برای رهبر هیچ گونه انتخاباتی در نظر گرفته نمیشه. هیچ همه پرسی وجود نداره که آقا شما از این آقا راضی 20 سال حکومت کرده، از این آقا راضی 30 سال حکومت کرده، اصلا مهم نیست. شما فکر کنید فقیه بهتری آمد، آیا حق داری سید علی رو برداری اون آقا رو بذاری؟ اصلا. آیا این برگرفته از رژیم جمهوری اسلامی است؟ نه، مبناش مبنای فقیه اسلامی است. حالا در درون جامعه شیعی که اصلا امام قابل عزل نیست، اون منصوب خداست، اصلا مردم عقلی ندارن که اظهار نظر کنن علی خطا میکنه یا نمیکنه. اندیشه متکلمانه شیعه میگه این آقا معصومه، علم لدنی داره. در مورد فقها ها خب این علم و اسمت معنا نداره، اما در درون کانتکس فقه سیاسی اسلامی قابل بحثه. یعنی شما باید بریم ببینید مردم تونستن ابوبکر رو عزل بکنن؟ مردم تونستن عثمان رو عزل بکنن؟ نه، کشتنش. چرا؟ چون انقدر بهش گفتن آقا خطا کردی، اشتباه کردی. آره او توبه هم میکرد، خودش بارها توبه کرد از خطاهایی که کرد، اما میگفت حق ندارید لباس خلافت من از سرم در بیارید. علی هم از گناهان خودش توبه میکرد، اما میگفت لباس خلافت من کسی حق نداره از سرم در بیاره. به همین دلیل عثمان و علی رو میکشن، چون راه دیگری وجود نداره، مکانیزم دیگری تعبیه نشده که شما خلیفه اسلام رو بتونید بردارید. اگر مکانیزمی وجود داشت، دیگه قتل عثمان موضوعیت نداشت، قتل علی موضوعیت نداشت. به خاطر اینکه اونا وقتی یک بار بیعت کردی، دیگه فراقانونی میشن، فرا انسانی میشن، دیگه قرارداد معنی نداره، شما حقت رو واگذار کردی. بارها علی هم اشاره میکنه، میگه بیعت یه باره، تجدید نظری هم در اون نیست.
و عجیب این که ادهی آمدن و میگن بله ببینید علی از طریق دموکراتیک آمد. اساس دموکراسی برگزیدن نیست، عزل کردنه. شما آمدید سلیمانی رو انتخاب کردید، سلیمانی قبل از اون کارنامه‌شو که ندیده بودید، فقط وعده داد دیگه، برای شما این کار انجام میدم، شما رو به خیر و سلام میرسونم، شما هم رفتید انتخاب کردید. حالا میبینید عملش مناسب نیست، برنامه‌هاش به درستی نیست. مهمترین بخش دموکراسی اینجاست که شما حق عزل او رو داشته باشید، وگرنه به وعده او فریفته شد. ولی در عمل سلیمانی نشون داد نمیتونه جامعه رو خوب بداره بود. اما یه مکانیزمی تعبیه کردی براش؟ اگه نکردی یا باید سلیمانی رو بکشی یا سلیمانی خودش استعفا بده بره. غالبا اینا که قدرت میگیرن که استعفا نمیدن. بنابراین طبیعی است که فقط با انقلاب میشود این افراد رو کنار گذاشت. حالا در اون زمان انقلاب معنا نداشت، حق شورش و قیام بود. کما اینکه وقتی به مسئله خوارج برسیم نشان میدیم که اصلا اساس اندیشه خوارج چه بود. خوارج هم نامی بود که دشمنان اونا بر اونا گذاشتن، یعنی کسانی که خارجی هستن، خارج شدن از دین، اما اونا خودشون رو خارج از دین نمیذارن، جندالله بودن، سربازان خدا میدونستن خودشون. اونا نمیگفتن ما خارجی هستیم. خارجی رو همون دستگاه فکری علی به اونها بار کرده بود. اما وقتی به محتوای اندیشه‌هاشون نگاه میکنی میبینی اونا به علی نقد داشتن. توبه بکن، کنار بکش، این همه آدم کشته شده. جنگ ایران عراق رو به نگاه بکن، چه کسی مسئولیت خونها رو به عهده میگرفت؟ اون آقایی که گفت راه قدس از کربلا میگذرد، کسی تونست به خمینی ایرادی بگیره؟ کسی میتونه سیاست های سید علی خامنه‌ای رو نقد بکنه، زیر سوال ببره؟ اصلا راه گزینش دیگری هست که مردم یه فقیه دیگری رو انتخاب کنن؟ حتی در همون تفکر متحجر ولایت فقیه هم مکانیزمی وجود نداره که شما فرصت پیدا کنید یه فقیه دیگر بیاد. یعنی بدبختی های ما رو اگر نگاه بکنی یه ریشه مشترکی داره با اون جامعه علوی. اینا در درون اون فقه سیاسی قابل بحثه. مشکل باز در جاییست که شارع خودش مفسر باشه. یعنی چه؟ عرض کردم تنها استثنایی وجود داشت که میتوانست جلوی قدرت خلفا رو بگیره این بود که شما از شهر پاتو بیرون بذاری. خب برای کی تشخیص میده این آقا پاشو از حد خودش فراتر گذاشته؟ آیا مردم عادی چنین توانایی رو دارن؟ طبیعیه نه، همون فقیه. یعنی خودم باید تشخیص بدم که پامو از شهر بیرون گذاشتم یا نه. خب طبیعیه میگم نه. به همین دلیلی که 100 تا ایراد به علی میگرفتن او حاضر نبود پاشو کنار بذاره، میگفت نه این در راستای حکم خداست. تمام خلفای جهان اسلام همینطور بوده. کدومی کشون آمده بود و گفت من بی‌عدالتی کردم؟ کدومی کشون آمد و گفت من خطا کردم؟ خیلی به علی گفتن آقا ما رو بردی سفین، گفت اینا کافرن، با اینا جنگیدیم، نیروهای ما کشته شدن. بعد خودت اومدی حکمیت رو قبول کردی، یعنی پذیرفتی که با کفار میشه نشست صحبت کرد، دست تو دست اونا گذاشت، اونها رو عادل فرض کردی، چون بحث عدالت مطرح بود، داور تعیین کردن، یعنی عمرو بن عاص و ابو موسی. گفت یعنی تو پذیرفتی که عمرو بن عاص عادله، در حالی که دیروز میگفتی او کافره. بعد تکلیف کشته شده های ما چی میشه؟ علی میامد توجیه میکرد، دقیقا مثل داستان خودمونه. کی تشخیص میده سید علی اشتباه کرده؟ خودش. حالا خودش که نمیگه خودم، یه خبرگانی درست کرده، آدمای خودشون تو هن میگن نه خیلی ایشون خطا نمیکنه که. در طول نظام جمهوری اسلامی شما دیدی یه نقد از اون خبرگان رهبری بیرون بیاد که آقا شما یه جا اشتباه کردی؟
در دستگاه علی با چهار تا نقد میکردن به اون آقا. در نظام جمهوری اسلامی شما یه نقد داری به من نشون بدید؟ به خبرگان نشستن اونجا بگن بله این سید علی خامنه‌ای در بحث مربوط به انرژی هسته‌ای گرفته، واکسن گرفته، هر یه اشتباهی کرد، شایستگی نداره. بنابراین ما دچار یک دوری میشیم که در فقه سیاسی اسلامی شما راهی برای عزل خلیفه ندارید به شکل مسالمت آمیز. یا باید او رو ترور بکنید، بکشید، فرقش رو بشکافید، یا اینکه او مثلا آدمی باشه که دیگه بگه آقا من نمیخوام، بذار او بره. حالا نمونهاش مثلا فرزند یزید بگه آقا من نمیخوام، بعد مروان ابن حکم آمد و این داستان. اونم نادرن، استثنان. وگرنه اینا هزاران نفر رو میکشن که بگن آقا ما خطا نکردیم، که صدها نفر رو کشتن که بگن آقا ما خانم مهسا امینی رو ما نکشتیم، هزار نفر رو شکنجه میکنن که بگن آقا ما شکنجه ندادیم. بنابراین برای فهم اینکه چرا ولی فقیه نشسته که در قانون اساسی هیچ مکانیزمی وجود نداره که شما دست به گزینش بزنید او رو عزل بکنید، برمیگرده به همین فقه معیوب سیاسی که در اسلام وجود داره و برای نزدیک به 656 سال که مغولان عباسیان رو انداختن اینا بر گرده مردم سوار بوده. خب مباحث این جلسه رو در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، پیروز و پایدار باشیم.